داشته باشیم، میتونیم بریم دیگه آماده بشیم، بریم بازی رو تماشا بکنیم. در خدمت های نری موسا خواهی بود. سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه استانی مرکز کن، سلام و عرض ارادت دارم. نیمه دوم دیدار تیمای فوتبال فولاد خوزستان استقلال تهران رو در شرایطی آغاز میکنیم که استقلال موفق شد در نیمه اول با برتری 2-1 با گل‌های فرهاد مجیدی و اسماعیل شریفات از حریف خود جلو بیفته و باید در یک 45 دقیقه مطمئنن مهیج و دیدنی شاهد باشیم که کدام یک از این دو تیم گوی سبقت رو خواهند رو بود و موفق خواهند شد 3 امتیاز حساس این بازی رو به دست بیارند. با پخش زنده این دیدار در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم و امیدوار هستم که در نیمه دوم هم شاهد بازی زیبایی از هر دو تیم باشیم و انشاءالله که بازی پرگل و هیجان انگیزی از آب در بیاد. به هر شکل فولاد به دنبال زدن گل تساوی در این 45 دقیقه خواهد بود. باید ببینیم صحبت‌های آیان مجید جلالی و پرویز مجنونی به چه شکل خواهد بود. خب سلام و عرض ارادت دارم حضور بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سوم سیما و شبکه جهانی جام جم. از این لحظه ارتباط ما با شما برقرار است. نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان استقلال تهران رو از ورزشگاه جان پهلوان تختی اهواز به طور زنده و مستقیم تقدیم شما می‌کنیم، در شرایطی که استقلال با نتیجه 2-1 از حریف خودش در نیمه اول جلو افتاده. باید ببینیم در نیمه دوم چه نتیجه حاصل خواهد شد. فرصت باز هم برای بازیکنان استقلال، میتونه دروازه باز بشه. ضربه کرار جاسم اونجا اشتباه کردن یک لحظه مدافعین فولاد خوزستان و فرهاد مجیدی به اتفاق کرار جاسم میتونستن دروازه فولاد رو باز کنن. به هر شکل مدافعین فولاد توپ رو برگشت دادن. در خدمت شما عرض میکردم که در نیمه اول فرهاد مجیدی و اسماعیل شریفات موفق شدن برای استقلال گلزنی کنند و تک گل تیم فوتبال فولاد رو هم رضا نوروزی برای این تیم به ثمر رسوند. یک ضربه پنالتی هم که آرش افشین در دقایق پایانی نیمه اول برای فولاد از دست داد. در شکل کار خیلی نزدیک هست، بازی خیلی نزدیکی رو شاهد هستیم. تصویر ملاحظه می‌فرمایید که نتیجه دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز شهرداری تبریز در یک بازی پرگل و مطمئنم زیبا 5-2 به نفع تراکتورسازی تبریز هست. من در نیمه اول خدمتتون گفتم که بازی به اتمام رسید که اینگونه نیست. بازی البته با نیم ساعت تأخیر نسبت به این مسابقه در حال برگزاری هست و دقایق پایانی خودش رو پشت سر می‌ذاره. در شکل با پیروزی که تراکتورسازی به دست آورد، این تیم قبل از پایان بازی تیم‌های فولاد و استقلال تهران به سطح جدول صعود خواهد کرد. حالا فرصت برای بازیکنان فولاد. پشت محوطه جریمه، فرصت برای سامان سعید. و ضربه او که از روی دروازه به بیرون رفت، برخورد کرد به حنیف عمران زاده و کرنر به نفع فولاد خوزستان شکل می‌گیره. یک موقعیت عالی گلزنی برای سامان سعید، مدافع سمت راست فولاد و خوزستان که از روی دروازه ضربش البته پس از برخورد به مدافعین استقلال به بیرون رفت. کرنر رو بختیار رحمانی ارسال خواهد کرد. با پای راست ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر زده میشه. حالا فرصت برای رینالدو. در بین را برخورد میکنه و ضربه مجدد سامال سعید. یکی دو موقعیت گلزنی خوب رو بازیکنان فولاد به دست آوردند. ضربه سامال سعید و این چهره امید خورج، مدافع فولاد خوزستان. یکی از مدافعین استقلال ناراحت هست، میثم حسینی. بازیکنی که از فولاد گستر تبریز به استقلال تهران اومد، در این مسابقه هم به عنوان بازیکن ثابت بعد از مصدومیت پژمان منتظری در ترکیب ثابت این تیم قرار گرفته. یک توپ بلند در زمین فولاد، جماعتی، آرش افشین، آندرانیک تیموریان، موفق بازیکنان فولاد. بختیار رحمانی یک پاس عالی، حالا برای مؤمنی در محوطه جریمه جا گذاشت. یک نظر رحمتی رو، هنوز فرصت برای بازیکنان فولاد هست و ارسال ضعیف مهدی مؤمنی رو مدافعین استقلال برگشت دادند. اعلام خطا بر روی مجتبی جباری. موقعیت گلزنی عالی برای فولاد خوزستان، جا گذاشت مهدی رحمتی رو، اما اونقدر دور شد از دروازه که نتونست توپ رو هم خوب کنترل کنه و ارسال بکنه. چهره
پرویز مظلومی و هنکه رو ملاحظه میکنید. در کنار او تمرین دهنده تیم فوتبال استقلال تهران هست. پیروزی ارزشمندی رو تا این لحظه به دست آورده، هرچند که هنوز فرصت زیادی تا پایان این مسابقه باقی هست. اعلام خطا از مهداد جماعتی. خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که در نیمه دوم هم علی سلیمی، کاملی مفرد، خورج، جماعتی، سامال سعید، کرمی، آندره رینالدو، مهدی مؤمنی، آرش افشین، رضا نوروزی و بختیار رحمانی برای فولاد بازی میکنند و در تیم فوتبال استقلال تهران یک تغییر انجام شده. اسماعیل شریفات از زمین مسابقه خارج شده و به جای او کیانوش رحمتی با شماره 6 بازی خواهد کرد. رحمتی، عمرانزاده، تیموریان، حیدری، امیرآبادی، جباری، کرار جاسم، میثم حسینی، حمودی، مجیدی و کیانوش رحمتی در این نیمه برای استقلال بازی خواهند کرد. قضاوت بازی بر عهده آقای احمد صالحی هست، داور اصفهانی فوتبال کشورمون، یکی از داوران خوب فوتبال کشورمون هست. در سمت چپ بازیکنان استقلال: حسینی، رحمتی، بلند به بیرون زمین میفرسته توپش رو و نمیرسه به کرار جاسم. خورج، بازی در اختیار بازیکنان فولاد هست. در نیمه اول هم همین گونه آرایش پیدا میکردن بازیکنان استقلال، اونها خیلی تمایلی برای حضور و پرتعداد بودن در زمین فولاد ندارند و به هر حال با برنامه ریزی و سر و حوصله به دروازه فولاد خصوصا نزدیک میشن. این حرفه‌ای‌گریشون هم باعث شد با یک حرکت رو به جلو خوب توسط اسماعیل شریفات به گل برتری خودشون در نیمه اول دست پیدا کنند. کرمی برای سامال سعید، در سمت راست حرکت میکنه پا به توپ، حالا برای مهدی مؤمنی، جا میگذاره مدافع این رو، میاد به محوطه جریمه، فرصت حالا برای بازیکنان فولاد و مؤمنی. اونجا تعادل خودش از دست داد. آقای صالحی اشاره میکنه که بازی ادامه بده. کاملا حواسش به حرکات بازیکنان دو تیم هست. در نیمه اول هم یک لحظه فرهاد مجیدی بود، ببینیم ما این توپ چه خواهند کرد. یک لحظه فرصت حالا برای فرهاد مجیدی، اشتباه کاملی مفرد، نزدیک بود دست کار دست فولاد خوزستان بده و فرهاد مجیدی آماده و گلزن و با تجربه اونجا بازیکنی نیست که از این موقعیت ها به راحتی بگذره. رحمتی، امید خورج اشتباه میکنه، توپش برخورد میکنه به بازیکنان استقلال. در سمت راست سامال سعید، بهترین پیروزی تیم فوتبال فولاد خوزستان مقابل استقلال همون پیروزی سال گذشته 4-1 مقابل این تیم بوده و بهترین پیروزی استقلال تهران مقابل فولاد، پیروزی 3-0 این تیم در اهواز مقابل فولاد بود که سرمربیگر این تیم رو مرحوم ناصر اجازی بر عهده داشت. یک توپ بلند ارسال میشه، ضربه سر از عبدالله کرمی و ضربه امید خورج که با اختلاف زیادی به بیرون میشه. خب از کنار دروازه مهدی رحمتی، تیمش دو بر یک جلو هست و خیلی تمایلی برای حضور سریع بازی و شروع سریع بازی نداره. استقلال در صورت پیروزی 13 امتیازی خواهد شد و از صدرنشینی تراکتورسازی تبریز جلوگیری خواهد کرد، مگر اینکه این اتفاق دیگری بیفته، بازی یا با تساوی به پایان برسه یا پیروزی فولاد. آرش افشین، ضربش فنی زده میشه و از روی دروازه به بیرون میره. ضربه پنالتی حساسی رو در نیمه اول از دست داد و باز هم نشون داد که بازیکنان فولاد در زدن ضربات پنالتی تمرکز لازم رو ندارن. اونها چه در فصل گذشته چه در این فصل از مسابقات پنالتی رو از دست میدن به راحتی.
فصل گذشته بود که اسماعیل عثمان سیامک سرلک از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال رو باز کرد. فراد مجیدی، رینالدو موفق با یک تکل بلند توپ رو از آن خود میکنه بلافاصله به زمین استقلال. اونها به عقبتر برای رحمتی، اونجا کم تعداد هستند بازیکنان فولاد. عمران زاده باز هم یک توپ بلند، حرکت روجو رو از خسرو حیدری و حاصلی برای استقلال نداره. بازی آرام دنبال میشه. فولاد باید برای جمران فشار بیشتری بیاره و سرعت بیشتری به بازی بده. استقلال با توجه به حضور بازیکنان با تجربه و خوبی که داره خیلی راحت میدانداری میکنه و بازی رو آرام دنبال میکنه. به هر حال اونها به دنبال کسب هر سه امتیاز این مسابقه هستند. ایراد و گله هم در واقع میشه گفت ایراد از این تیم زیاد گرفته شده که بازی زیبا فوتبال زیبا رو ارائه نمیده و فقط در نتیجه موفق بوده. حرکت از بختیار رحمانی، اشتباه آندرانی تیموریان، حالا بختیار به گوشه محوطه جریمه میرسه، ارسال به محوطه، عبور میکنه از روی سر بازیکنان و مدافعین استقلال. فرصت برای مهدی مؤمنی، باز هم یک ارسال به تیر دوم، میره که دروازه باز بشه. ضربه سر مهدی مؤمنی، یا عذر میخوام بختیار رحمانی، این بازیکن از روی تیر افق دروازه به بیرون رفت. یک بار دیگه ببینیم در تصویر آهسته ضربه سری که روی تیر افقی دروازه نشست. با خوششانسی مهدی رحمتی توپ به بیرون رفت. ضربه این بازیکن بختیار رحمانی. تیموریان، اشتباه از آرش افشین. خسرو حیدری، حرکت رو به جلو برای کرار جاسم. تکل سامال سعید رو با یک کارت زرد جریمه میکنه آقای احمد صالحی. ببینیم یک بار دیگه سامال سعید، مدافع عراقی فولاد و خوزستان و مهاجم استقلال که او هم عراقی هست و تعدادشون کم کم زیاد میشه در تیم فوتبالمون. یک ضربه و اعلام آفساید، اعلام آفساید میشه و در تعلل مدافعین فولاد خوزستان اونجا نزدیک بود گل سوم رو هم دریافت کنه فولاد خوزستان. نوروزی، حسینی رو پیشونه داره خود نوروزی، میگیرن توپ رضا نوروزی رو، بازی دنبال میشه. اعلام خطا از عبدالله کرمی. امید خورج در مرکز خط دفاعی فولاد خوزستان، در سمت راست برای سامال سعید، یک ارسال بلند، ضربه سر از رضا نوروزی. حالا آرش افشین کم فروغ بوده در این نیمه، مجددا رضا نوروزی و توپی که به امیرآبادی میرسه. باز هم بازیکنان فولاد و سامال سعید کوتاه، آرش افشین، خدا آرش پشت محوطه جریمه، میگیرن توپ رو بازیکنان استقلال. علی حمودی، خسرو حیدری برای فرهاد مجیدی، اونجا اجازه کار رو بهش نمیده. جلال کاملی مفرد، خب یکی از بازیکنان فولاد ناراحت هست، سامال سعید مدافع راست تیم فوتبال فولاد خوزستان، احساس ناراحتی میکنه. تماشاگران حاضر در ورزشگاه رو شما
ملاحظه میکنید نزدیک به 12,000 تماشاگر اونطور که به ما اطلاع دادن طبق بلیت فروشی که انجام شده در ورزشگاه حاضر هستند. 60 دقیقه از دیدار رو هم پشت سر میذاریم. استقلال 2 فولاد 1. 30 دقیقه پایین دار وقت باقی هست و 30 دقیقه فرصت برای صدرنشینی استقلال تهران یا بازگشت فولاد خوستان به جمع مدعیان. اگر شکست بخوره در این بازی فولاد با همون 7 امتیاز در مکانهای هفتم، ششم یا هفتم جدول باقی خواهد موند. خب سامار سعید رو در کنار زمین مداوا میکنن، بازی ادامه پیدا میکنه. جلال کاملی مفرد کوتاه برای بختیار رحمانی، آرش افشین، اعلام خطا از کیانوش رحمتی. ببینیم به چه شکلی تو ضربه خواهند زد بازیکنان فولاد خوزستان. ضمن اینکه خدمتتون عرض خواهم کردیم که ذخیره های تیم فوتبال استقلال تهران هم تو فولاد وضعیتشون به چه شکل هست و از چه بازیکنانی میتونن استفاده ببرند. بختیار رحمانی میتونه واگذار بکنه، حالا رضا نوروزی و ضربه‌ای که با اختلاف زیادی به بیرون میره. خیلی خوب ضربه‌شو نزد رضا نوروزی و از این فاصله هم بعید به نظر میومد که توپ در چارچوب و در اون دروازه استقلال قرار بگیره. به هر شکل بهترین گلزن رقابت لیگ برتر در فصل گذشته و یکی از بهترین گلزنان فولاد خوزستان در مسابقات امسال در این 5 بازی که به هر شکل سپری شده، باز هم خودش رو به عنوان یکی از گلزنان برتر فوتبال کشورمون معرفی می‌کنه. اما او به هر شکل به تیم ملی کشورمون دعوت نشد. در سمت چپ مرداد جماعتی، خسرو حیدری رو پیش رو داره، یک لحظه او رو دور میزنه. در میانه میدان عبدالله کرمی، خود عبدالله یک لحظه تو سر توپ میزنه، دو سه بازیکن استقلال. حالا حسینی برمیگرده، اونجا شلوغ هست و بازیکنان استقلال در تجمع هلوش محوطه جریمه بخصوص در مرکز اون اجازه کار رو بازیکنان فولاد نمیدن. جماعتی، اعلام خطا از علی حمودی. آرام آرام خودشون رو بازیکنان فولاد به دروازه استقلال نزدیک میکنند. باید ببینیم در این دقایق باقی مانده فولاد خودشون میتونه تحمیل کنه به استقلال یا خیر، میتونن از موقعیت های گلزنیشون استفاده برن یا کلن میتونن موقعیت گلزنی خلق بکنن یا خیر. اونها با تجمع در خط دفاع اجازه کار و فرصت رو از بازیکنان فولاد میگیرند. بختیار رحمانی و رضا نوروزی پشت این توپ قرار گرفتند. دیوار دفاعی 3 نفره بازیکنان استقلال، جایگیری سید مهدی رحمتی، حالا میتونه به توپ ضربه بزنه بختیار رحمانی و او هم مثل رضا نوروزی توپ رو بالای دروازه میفرست. با نتایجی که در اولین شب از هفته پنجم رقابت لیگ برتر رقم خورد، یه مقدار کار برای دو تیم در واقع میشه گفت کرمانی لیگ برتر سخت شده. هر دو تیم شکست خوردند و در انتهای جدول قرار گرفتن، اما در بالای جدول شکست سپاهان اصفهان هم جالب توجه بود. در سمت چپ فرصت برای فراد مجیدی، راه به جایی نمیبره و توپش به بیرون میره. تساوی پرگل زبان اصفهان و ملوان بندر انزلی در شب گذشته، همه اینها در واقع دلیلی شد تا استقلال تهران در این بازی در صورت پیروزی در صدر جدول به تنهایی بایسته. کرار جاسم، باز هم برای فرهاد مجیدی. در بین بازیکنان ذخیره تیم فوتبال استقلال در خط حمله میلاد میداوودی هم حضور داره. در صورت صلاح دید آقای مظلومی از او استفاده خواهد کرد بعد از سپری شدن مظلومیت شدیدش، او هم حالا شرایط بازی رو پیدا کرد.
خب دیدار تیمای فوتبال تراکتورسازی تبریز و شهرداری تبریز با همون نتیجه 5-2 همونطور که روی تصویر هم ملاحظه می‌کنید از شبکه سوم سیما به پایان رسیده. تراکتورسازی با 5 گلی که در این بازی و در این بازی مطمئناً زیبا به ثمر رسوند در سطح جدول قرار گرفت، حداقل تا دقایقی میتونه در سطح جدول باشه با 12 امتیاز، هرچند که استقلال با همین نتیجه هم با 13 امتیاز تا این لحظه صدرنشین مسابقات هست. تراکتورسازی هم خودش رو به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی معرفی خواهد کرد بعد از تعطیلی مسابقات. دیدن بازی تیم‌های فوتبال استقلال تهران تراکتورسازی تبریز در هفته ششم رقابت‌ها خالی از لطف نخواهد بود و مطمئناً جذابیت‌های خاص خودش رو به همراه خواهد داشت، حتی در صورتی که استقلال با دست و پر از این میدان خارج بشه. یک توپ بلند برای رضا نوروزی، یک لحظه توپش پاش جدا شد، میگیرن مدافعین استقلال اونجا پرتداد هستم توش خدمتون هستم، عرض کردم حسابی حواسشون محرکات رضا نوروزی و آرش افشین هست. عبدالله کرمی اشتباه میکنه، حسینی، بختیار رحمانی، کرار جاسم قصد داشت کیانوش رحمتی رو صاحب توپ کنه یا مشتبه جباری، سامال سعید، کاملی مفرد، اونجا خیلی راحت مدافعین استقلال رو مدافعین استقلال توپ رو به رحمتی میرسن. خب نتیجه نهایی به نظر 5-1 هست به نفع تراکتور سازی تبریز. خیلی هم تفاوتی البته نمی کرد، اما به هر شکل تراکتور سازی تبریز با یک پیروزی پرگل حالا با 12 امتیاز، در صورتی که استقلال تهران این بازی رو با پیروزی پشت سر بگذاره پشت سر این تیم قرار خواهد که در غیر این صورت تراکتور سازی میتونه صدرنشین جدید رقابت لیگ برتر باشه. سبا با شکست 4-0 عقب افتاد. یک توپ بلند رو باز هم بختیار رحمانی ارسال میکنه، ارسال ها بی حاصل هست به این شکل، ضربات یا از روی دروازه با اختلاف زیادی به بیرون میره از سوی بازیکنان فولاد و خوستان یا اینگونه در اختیار سید مهدی رحمتی قرار میگیره. خب تعداد تماشاگران روی اسکورورد هم هک میشه، 11000 تماشاگر تعداد تماشاگر حاضر در ورزشگاه تختی اهواز هست. خسرو ایدری حالا برای مشتبه جباری، خود جباری یک توپ به محوطه جریمه، اونجا حرکتی از سوی بازیکنان استقلال انجام نشده بود. حسینی از استقلال موفق هست، خدمتون عرض کردم حسابی حواسشون به رضا نوروزی و آرش افشین هست. یک ارسال باز هم به محوطه جریمه، یک لحظه اشتباه از عمران زاده، مگر اینکه اینگونه اشتباه کنند مدافعین استقلال و مهاجمین فولاد بهره ببرند. آندرانی تیموریان روی خط حرکت میکنه، اون رو تعقیب میکنه رینالدو، موفق آندره رینالدو و پرتاب توپ به نفع استقلال. استقلال میدانداری میکنه و سعی میکنه که از دقایق کلی این مسابقه استفاده لازم رو ببره، خیلی خودش رو با آتش نمیزنه و مثل یک تیم حرفه‌ای بازی رو ادامه میده. جباری یک ارسال بلند و محوطه جریمه، فرصت برای کرار جاسم، حالا ضربه فرهاد مجیدی که از کنار دروازه به بیرون رفت. در هر شرایطی ضربهش رو به سمت چارچوب دروازه میفرسته، کاری که یک مهاجم در واقع میشه گفت که باید در شرایط مختلف بازی انجام بده. آندره رینالدو، کاملی مفرد کنارهای خط برای جماعتی، دو بازیکن استقلال پیش روی او هستند، خسرو حیدری و علی حمودی، فرصت برای آرش افشین، مجددا رینالدو،
در مرکز زمین عبدالله کرمی کوتاه، مهدی مؤمنی، فرصت برای بازیکنان فولاد، کم کم شکل میگیره، پاس آخر رو کم دقت میفرستن و مدافعین هم اینگونه دریافت میکنن. اشتباه باز هم از بازیکنان فولاد و سامال سعید. کرار جاسم، فرصت حالا برای خسرو حیدری و فرهاد مجیدی، یک و دو خوب، حالا فرهاد مجیدی ضربش از کنار دروازه به بیرون رفت، همکاری خسرو حیدری و فرهاد مجیدی و ضربه کاپیتان مجیدی از کنار دروازه به بیرون رفت. رضا نوروزی برگشت توسط بازیکنان استقلال، اونها کم تعداد هستن در خط حمله. آقای مجید جلالی باید به تعداد بازیکنان هجومی خودش به هر شک اگر میخواد نتیجه بگیره اضافه بکنه. دو تعویض در تیم فوتبال فولاد و خوزستان انجام میشه. آرش افشین از زمین مسابقه خارج میشه و به جای او بازیکن شماره 17 سروش رفیعی به میدان میاد و تعویض دوم مهدی مؤمنی هست که جای خودش رو به بازیکن شماره حکیم نصاری میده، بازیکن شماره 16 حکیم نصاری و سروش رفیعی به جای آرش افشین و مهدی مؤمنی به میدان میان. دو بازیکن تازه نفس، باید ببینیم چه تغییری در روند حرکتی تیم فوتبال فولاد خوزستان به وجود خواهند آورد. به هر شکل حکیم نصاری و رفیع دو بازیکن خوبی بودند که در بازی گذشته برای فولاد خوزستان به میدان رفتند و خوب هم بازی کردند. بازی آرام دنبال میشه و سید مهدی رحمتی توپ رو به سمت راست میفرسته برای عمران زاده. اونها آرام آرام خودشون رو سعی میکنن به دروازه فولاد نزدیک کنند. آندرانی تیموریان بازیکنی که فصل گذشته در تیم تراکتورسازی تبریز بازی کرد به همراه کرار جاسم، هر دو از تراکتورسازی تبریز به استقلال تهران ملحق شدن و در این تیم بازی میکنن. در سمت راست خسرو حیدری جا میگذاره جماعتی رو، یک سال کوتاه به تیر اول و عبدالله کرمی که توپ رو به کرنر میفرست. طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران رو ملاحظه میفرمایید که در حال خوشحال هستن از نتیجه که تا این لحظه به دست اومده و چهره خسرو حیدری که باید سومین کرنر استقلال رو ارسال کنه. یارگیری منتومن در محوطه جریمه و حالا ارسال توپ به محوطه و علی سلیمی که خیلی راحت تصاحب میکنه در ضد حمله فولاد توسط بختیار رحمانی. حالا رفیعی بازیکن تازه وارد حرکت میکنه پا به توپ، حالا در محوطه جریمه فرصت برای نصاری، ضربش باز هم از روی دروازه به بیرون میره و مثل دو مهاجم با تجربه فولاد یعنی آرش افشین و رضا نوروزی او هم توپ رو به بالای دروازه میفرسته. حکیم نصاری بازیکنی که فصل گذشته در تیم نفت مسجد سلیمان بازی میکرد، ببینیم یک باری که با پای چپ ضربش رو از روی دروازه به بیرون فرستاد. آبادانی هست حکیم نصاری و خدمتتون عرض کردم در تیم نفت مسجد سلیمان فصل گذشته بازی میکرد. پاس‌های کوتاه از سوی بازیکنان استقلال تهران، اعلام خطا از بختیار رحمانی. دقایق برای فولاد به تندی سپری میشه، اونها در حضور تماشاگرانشون تن به شکست 2-1 تا این لحظه دادند. خسرو حیدری یک و دو با جباری، همکاری خوب جباری و خسرو حیدری میگیرن توپ بازیکنان فولاد. رفیعی
سامار سعید میاد به مرکز زمین، پاسش اشتباه هست و به رضا نوروزی نمیرسه. بعد از دست دادن سیامک سرلک، رضا معقولی و سعید رمضانی، فولاد در مرکز زمین در واقع میشه گفت که مشکل داره. اونها همگی بازیکنان و طراحان اصلی بازی فولاد خوزستان بودن و در مرکز بسیار خوب کار میکردند. آقای سخندان رو در تصویر ملاحظه میکنید، الان آفساید کرد از فرهاد مجیدی، بازیکنی که گل اول این دیدار رو در همون دقیقه دوم مسابقه به ثمر رسوند. دقایق به نفع استقلال تهران در حال سپری شدن هست و پیروزی ارزشمند و سه امتیاز گرانبها رو از اهواز تا این لحظه در مشت دارند. برای حفظ صدرنشینی در رقابت لیگ برتر شدیداً به این سه امتیاز نیازمند هستند که تا این لحظه به این مهم رسیدند. سامار سعید، سعید داشت منطقه بازی رو عوض بکنه و خسرو حیدری توپ رو به بیرون فرستاد. علی حمودی برگشت توسط مدافعین استقلال، باز هم نصاری و بازیکنان فولاد میگه درگیر هست با مشتبه جبانی موفق نصاری. حالا برای سروش رفیعی، توپ از پاش یک لحظه جدا شد، مجددا سروش رفیعی در محوطه جریمه، همچنان سروش رفیعی که اونجا میگیرن توپش رو بازیکنان استقلال تهران و پرتاب به نفع فولاد شکل میگیره. بختیار رحمانی، عبدالله کرمی کوتاه نمیرسه به رضا نوروز، اینجا کار گره خورده و بازیکنان استقلال پرتعداد هستند. بازی دنبال میشه. در سمت چپ آندره رینالدو، مرداد جماعتی پیش روی علی حمودی هست، فرصت حالا برای بازیکنان فولاد، پشت محوطه جریمه برمیگردون اونجا کرار جاسم و از راهی دور ضربه عبدالله کرمی که با اختلاف زیاد به بیرون میره. خب میلاد میداوودی به نظر میاد خودش رو آماده میکنه بعد از ماها آسیب دیدگی و سپری کردن دوران آسیب دیدگی به میدان بیاد. بازیکن خوزستانی تیم فوتبال استقلال تهران که سالها در تیم استقلال اهواز بازی میکرد به استقلال تهران ملحق شد و با یک مصدومیت جدی و طولانی مدت مواجه شد و حالا بعد از مدت‌ها به بازی برمیگرده، بازیکنی که ضربات ایستگاهیش در واقع میشه گفت که مشخصه اصلی این بازیکن است. کاملی مفرد 79مین دقیقه بازی رو پشت سر میگذاریم. یک بار دیگه حرکت از بازیکنان فولاد و خوزستان، فرصت برای رضا نوروزی در اون محوطه جریمه، میتونه دروازه باز بشه و اونجا سامان سعید نتونست از این موقعیت استفاده کنه. کیروش رحمتی توپ رو بگیره، فرصت چهره میلاد میداوودی رو شما ملاحظه میکنید که هم خدمتتون عرض کردم بعد از مدت ها میاد که در ترکیب ثابت تیم فوتبال استقلال تهران قرار بگیره. بازیکن خوزستانی استقلال با اون ضربات منحصر به فرد ایستگاهیش با دونیم تعویض انجام خواهد شد یا ضربه کرنر زده خواهد شد. خیر، کرنر رو ارسال خواهند کرد بازیکنان فولاد خوزستان. بختیار رحمانی برمیگردونند، مجددا رحمانی، یک ارسال از آندره رینالدو، باز هم بازگشت توسط مدافعین استقلال. اونها بسیار خوب کار کردند در خط دفاعی و اجازه کار رو ندادن به بازیکنان فولاد خوزستان. عبدالله کرمی کوتاه برای نصاری، از راهی دور نصاری، پس از برخورد مدافعین
استقلال به کرنر رفت. خوب زد ضربش رو حکیم نصاری و ضربه کرنر رو باید از سمت چپ بزنن. ببینیم یک بار دیگه توپ برخورد کرد و به بیرون رفت. تعویض هنوز انجام نشده و اجازه هنوز پیدا نمی‌کنه که انجام بشه. باز هم ارسال به محوطه جریمه. مشت می‌کنه اونجا سید مهدی رحمتی. فرصت مجدداً برای بازیکنان فولاد. می‌گیرن توپ رو بازیکنان استقلال. مصطفی جباری، سامار سعید رو تعقیب می‌کنه. پرتاب به نفع فولاد. فشار فولاد کم کم زیاد میشه. ارسال به محوطه جریمه. مهداد جماعتی، بختیار رحمانی اشتباه میکنه، تو برخورد میکنه به بازیکنان استقلال. حالا در ضد حمله اینجا تنها هست. عجب فاصله ای. فراد مجیدی اجازه کار بهش داده نمیشه. البته اعلام خطا شد. اعلام خطا از بازیکنان فولاد خوزستان و یک کارت زرد به مدافع فولاد خوزستان که متوقف کرد فرهاد مجیدی رو. تعویض در تیم فوتبال استقلال حالا دیگه باید انجام بشه. برای اینو اعلام خطا کرد و در تصویر هم ملاحظه می‌فرمایید. آندره رینالدو بود که کارت زرد گرفت. و مشتبه جباری از زمین خارج خواهد شد و میاد میداودی به میدان میاد و در این سمت هم آندره رینالدو از زمین مسابقه خارج میشه و به جای او بازیکن شماره 27 امین متوسل زاده برای فولاد به میدان میاد. میاد میداودی به جای مشتبه جباری به میدان میاد و در همین بد ورود خودش پشت این ضربه آزاد قرار میگیره. از زاویه و از جای خوب اتفاقا این خطا شکل گرفته، در جایی که به هر حال میلاد سابقه زدن گل رو داره. حالا دورخیز میکنه، میزنه ضربش رو کنار دروازه برد به بیرون میره. خیلی خوب زد ضربش رو میلاد میدابودی، مهاجم تازه وارد استقلال تهران. ببینیم یک بار دیگه در تصویر آهسته. خوب زد ضربه رو انصافا از کنار تیر عمودی به شکل خطرناکی به بیرون رفت. باز هم بازیکن فولاد. حالا رضا نوروزی برای امیر متوسل زاده. به عقب‌تر نصاری، بختیار رحمانی، نصاری، عبدالله کرمی. فرصت برای عبدالله کرمی. ضربش برخورد میکنه به مدافعین. حالا در ضد حمله مجدداً فراد مجیدی و باز هم اعلام خطا. پشت مدافعین فرصت. حالا برای میلاد میداودی میره که دروازه باز بشه. به تیر عمودی دروازه برخورد کرد. به گمان آفساید ایستادن بازیکنان فولاد. اعتقادی به آفساید نداشت آقای سخندان، کمک داور اول مسابقه. خیلی راحت میتونستن گل سوم رو به ثمر برسونه. یک بار دیگه در موقعیت تک به تک ضربش رو هم خوب زد و پس از برخورد به تیر عمودی دروازه به بیرون رفت. بازی دنبال میشه. در سمت راست آندرانی تیموریان، بختیار رحمانی، رضا نوروزی کوتاه برای امین متوسل زاده. فرصت برای بازیکنان فولاد و خوزستان. اونجا پرتعداد هستند مدافعین. مرداد جماعتی و اعلام خطای هند. شش دقیقه به پایان دور وقت باقی هست. دقیقه 84 بازی رو پشت سر میگذاریم. هر سه گل در نیمه اول به ثمر رسید و استقلال تهران در واقع میشه گفت در همون نیمه اول بار خودش رو بست. بعد از اون در نیمه دوم انصافا میدانداری کرد و با یک فوتبال و بازی حرفه‌ای بازی رو نگه داشت. هرچند که در ضد حمله هم با حضور و وجود فرهاد مجیدی و حالا میلاد میداودی خطرناک ظاهر شد. باز هم اشتباه از مدافعین فولاد. فرصت برای فرهاد مجیدی. میتونه گل سوم رقم بخوره و توی دروازه گل سوم استقلال تهران توسط
میلاد مهداوودی روی اشتباه مدافعین فولاد خوزستان. استقلال 3-1. کار عالی فرهاد مجیدی و ضربه تمام کننده میلاد مهداوودی. استقلال 3-1. ببینیم یک بار دیگه در تصویر آهسته. به راحتی دروازه علی سلیمی رو باز کرد. اونجا میلاد مهداوودی اشتباه محرز رو مدافعین فولاد انجام دادن و خیلی راحت توپ رو در اختیار فرهاد مجیدی قرار دادن و او هم با یک مانور و یک پاس عالی میلاد مهداوودی در موقعیت گل قرار داد. استقلال 3-1. صدرنشین حالا در واقع میشه گفت که استقلال تهران است. ببینیم یک بار دیگه پاس عالیه فرهاد مجیدی و ضربه تمام کننده میلاد مهداوودی. در این دقیقه کارت زرد رو هم به آنرانی تیموریان نشون میده آقای احمد صالحی. تیموریان 3 کارت میشه و بازی مقابل تراکتور سازی تبریز رو از دست میده. باز هم حرکت از بازیکنان فولاد. حالا فرصت. ضربه سر از حسینی و کورنر. فولاد نتونست از برتری خودش و حضور خودش در محوطه جریمه و در زمین استقلال استفاده ببره و اونجا انصافا استقلال با یک سازمان دفاعی خوب راه توپا و ضربات بازیکنان فولاد رو بست. ارسال یک توپ محوطه جریمه. حکیم نصاری بلند به محوطه مجددن. پشت محوطه جریمه باز هم فرصت برای بازیکنان فولاد و ضربه راحت سروش رفیعی رو رحمتی تصاحب میکنه. استقلال 13 امتیازی میشه و در صدر جدول رده‌بندی مسابقات قرار میگیره. هرچند که هنوز 3-4 دقیقه تا پایان این مسابقه وقت باقی هست، اما چیزی که مشخص هست به هر شکل استقلال با پیروزی 3-1 که تا این لحظه به دست آورده هم در واقع جبران میکنه شکستایی رو که در 2 بازی رفت و برگشت داشت در فصل گذشته. ببینیم باز هم میلاد مهداوودی با این توپ چه خواهد کرد. در محوطه جریمه فرصت برای خسرو حیدری و فرهاد مجیدی. فرهاد مجیدی و اونجا قصد داشت با یک برگردون به توپ ضربه بزنه که موفق نبود. در برگشت حالا در ضد حمله باید سرعت بدن دیگه بازیکنان فولاد. میگیره حسینی که خیلی خوب کار کرد در مرکز خط دفاعی استقلال. مهداوودی باز هم برای بازیکنان استقلال. آفساید نیست و باز هم موقعیت و توی دروازه گل چهارم استقلال توسط فرهاد مجیدی و دقیقاً شکست فصل گذشته شون رو در همین ورزشگاه با نتیجه 4-1 تا این لحظه جبران میکنن. استقلال 4-1. پیروزی پرگل برای استقلال تهران و صدرنشینی استقلال تهران با 13 امتیاز. پیروزی قاطع استقلال تهران و تماشاگران خوشحال این تیم در ورزشگاه جان پهلوان تختی که به هر شکل هر تیمی اگر با پیروزی 4-1 در واقع میشه گفت که جلو بیفته از حریف مقابلش چنین خوشحالی هم داره. خدمتتون عرض کردم فصل قبل در دیدار برگشت در همین ورزشگاه فولاد 4-1 موفق شد استقلال رو شکست بده. حالا جبران میکنه دقیقاً نتیجه 4-1 رو و علی سلیمی که 4 گل رو دریافت کرد. 2 گل در نیمه اول و 2 گل در نیمه دوم. ببینیم یک بار دیگه ضربه آرام و چیپ مانند فرهاد مجیدی که 5 گله میشه در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرار میگیره. باز هم بازیکنان فولاد برای جبران اونجا خیلی راحت توپا رو برگشت میدن و باز هم حسینی حالا موقعیت میتونه یکی از گل‌ها جبران بشه. فرصت برای رضا نوروزی. هنوز در موقعیت گلزنی هستند بازیکنان فولاد خوزستان و به هر شکل تیمی که این گونه توپ رو به گل تبدیل نکنه در فوتبال این رو میگن که باید گل‌های بیشتری رو دریافت کنه.
پولا در نیمه دوم انصافا کاملا برتر بود و احاطه داشت بر زمین مسابقه، اما از برتری خودش نتونست استفاده ببره و این استقلال بود که از موقعیت‌های گلزنی خودش نهایت استفاده رو بود. 3 دقیقه وقت تلف شده. رفیعی بلند به سمت چپ برای مرداد جماعتی که موفق نیست، خیلی نتونستن خطرناک باشن از سمت چپ و خیلی نتونستن به محوطه جریمه استقلال هجوم ببرن. اونجا خدمتون گفتم چند بار سازمان دفاعی استقلال انصافا آرایش بسیار خوبی داشت و اشتباهات پی در پی خط دفاعی فولاد خوزستان باعث شد که فراد مجیدی و میلاد میداودی دو گل رو در نیمه دوم به ثمر برسونن، پیروزی 4-1 و قاطع استقلال. خیلی راحت برمیگردون عمرانزاده. خسرو حیدری این هفتمین پیروزی استقلال تهران هست در 19 بازی که در مقابل فولاد خوزستان قرار گرفته و در واقع به هفتمین پیروزی خودش دست پیدا میکنه. در واقع چیزی که خیلی مهم بود برای استقلالی ها و خدای پرویز مظلومی، پیروزی اینگونه و قاطع 4-1 و جبران اون شکست سنگین فصل گذشته مقابل فولاد خوزستان بود. استقلال در 2 بازی رفت و برگشت فصل گذشته شکست خورد، چه در تهران چه در اهواز، اما حالا بازی رفت رو حداقل جبران میکنه و اونم در اهواز. فراد مجیدی با 5 گل در صدر جدول بهترین گلزنان رقابت لیگ برتر قرار میگیره. فولاد هم در استقلال هم در صدر جدول لیگ برتر با 13 امتیاز، تراکتورسازی با 12 امتیاز با پیروزی قاطع 5-1 که مقابل شهرداری به دست آورد در رده دوم قرار میگیره و بازی زیبای این دو تیم در هفته ششم انصافا دیدن خواهد داشت. رضا نوروزی در بین مدافعین پرتعداد استقلال باز هم راه به جایی نمیبره و اونا خیلی راحت توپا رو برگشت میدن. اصلا غیبت پژمان منتظری احساس نشد با حضور مدافع جدید این تیم سید مسم حسینی که به همراه حنیف عمرانزاده اونجا خیلی خوب کار کرد. نصاری پاسش کم دقت هست و مدافعین بر میگردونند. سامار سعید فقط 5 ثانیه به پایان این دیدار وقت باقی هست. در سمت راست فرصت حالا برای رفیعی، باز هم اونجا پرتعداد هستن، توپ رو میگیرن و سوت پایانه دیدار تیم‌های فوتبال فولاد و خوزستان. استقلال تهران با برتری قاطع 4-1 استقلال تهران در مقابل فولاد و خوزستان صدرنشینیه استقلال تهران در پایان هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر. و آمار کلی مسابقه رو شما ملاحظه می‌کنید، خیلی سریع مرور می‌کنیم. تعداد گل‌ها که 4 در مقابل 1، تعداد خطاها 21 در مقابل 11، تعداد کرنرها 8 در مقابل 3 به نفع فولاد خوزستان بود. شوت به دروازه 15 در مقابل 5 باز هم به نفع فولاد خوزستان. آفساید 2 در مقابل 5. موقعیت خطرناک 9 در مقابل 8 به نفع فولاد استقلال تهران. کارت زرد 2 در مقابل 2. کارت قرمز خوشبختانه نداشتیم. سانتا 23 در مقابل 10 و مالکیت توپ هم که ملاحظه می‌کنید 55 در مقابل 45 به نفع